سرخط مهمترین خبرها. نگرانی جدی سازمان ملل از بحران بشری در افغانستان. ریچارد بنت گفته بحران بشری در افغانستان به اقدامات عاجل نیاز دارد. افزایش میزان بیکاری به دنبال کاهش ساخت و ساز تا یک سال گذشته. کارگران میگویند در هفته تنها یک یا دو روز برایشان کار پیدا می شود. ما اون تو رئیس جمهور دارم که دقیقه می مانیم. اما خدا اگر ما رو پرستان کنم شما می دست چی می کنیم؟ دوست که بیوردم می کنیم. و توافق رهبران اتحاد اروپا در مورد مقابله با بحران انرژی. رئیس شورای اروپا میگوید اعضای اتحادیه با همکاری یکدیگر برای مهار بحران انرژی کار میکنند. رهبران اتحادیه اروپا توافق کردند تا با همکاری یکدیگر روی اقدامات برای مهار افزایش قیمت انرژی برای خانواده ها و مشاغل کار کنند. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. بیننده های عزیز، وقت شما بخیر. به بسته خبری این ساعت از تمدن خوش آمدید. مشروع خبرها. معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت در مورد زنان، صلح و امنیت گفته که در برابر گروه های مسلح زن ستیز باید قاطعانه ایستاد. اشتراک کنندگان نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره بحران جاری و وضعیت بشری در افغانستان ابراز نگرانی کردند. در این حال ریچارد بنت گفته بحران بشری در افغانستان شدیداً پابرجاست و جهان باید اقدام فوری کند. نشست شورای امنیت بررسی مسئله زنان، صلح و امنیت در یک بحث آزاد. خشونت در برابر زنان و مدافعان حقوق بشر در افغانستان شدیداً در این نشست نگاهش شد. معاون دبیر کل سازمان ملل در سخنرانیش در مقر شورای امنیت گفته است که زنان و دختران اغلب هدف اصلی خشونت و سوء استفاده در مناطق درگیری هستند. و همچنان خشونت علیه زنان مدافع حقوق بشر در افغانستان از جمله قتل‌های فراقانونی، بازداشت‌های خودسر و شکنجه‌های علنی را محکوم کرد. ما باید در برابر گروه‌های مسلحی که از خشونت به عنوان سلاح جنگی و از زن ستیزی به عنوان شگرد‌های تبلیغاتی برای جلب کمک‌های مالی استفاده می‌کنند، قاطعانه استاد شویم. معاون دبیر کل سازمان ملل از قتل‌های صحرایی، بازداشت خودسرانه، زندان کردن و شکنجه نام برد و تأکید کرد که سازمان ملل متحد با حاکمان فعلی افغانستان صحبت می‌کند تا حقوق تمامی افغان‌ها صرف نظر از تبعیض جنسیتی، مذهبی و قومی در امان باشد. در مسئولیت و مفیدیت خاص خود داره، در صورتی که راه‌های حل عملی را پیشنهاد کنند و یا قطعنامه صادر کنه که در مورد اقدام صورت بگیرد، حتی در خصوص تغییر نظام و یا تغییر سیستم در طالبان، در این مورد اقدام صورت بگیره بهتر خواهد. در غیر از او اگر به شکل اعلامیه و شعار باشه کدام مفیدیت نخواهد داشت. از سوی دیگر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان پس از پایان سفر خود به افغانستان گفته است که وضعیت حقوق بشری در افغانستان شدیداً نگران کننده است. او گفته بحران حقوق بشر در افغانستان شدیداً پابرجاست و جهان باید اقدام فوری کند. شورای حقوق بشر سازمان ملل با نشر گزارش سفر 12 روزه ریچارد بنت از طرفهای درگیر در افغانستان خواسته تا از وخیم شدن بیشتر اوضاع جلوگیری کنند. وضعیت بشر دوستانه همچنان وخیم و وضعیت امنیتی شکننده است. حملات به عبادتگاه ها، مکاتب، وسایل حمل و نقل و گروه های اقلیت و نیز فعالیت های گروه های مسلح افزایش یافته است. قرار است گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در روزهای پیش رو یافته هایش را درباره وضعیت حقوق بشری در افغانستان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد شریک کند. در حال حاضر در ابعاد و جوانب مختلف شاهد تبعیض و نقض آشکار حقوق بشر در افغانستان هستیم. نسل کشی و کشتار سیستماتیک همچنان جریان دارد. زنان و دختران از ابتدایی ترین حقوق خودشان محروم هستند. اقوام و اقشار مختلف افغانستان نقشی در تصمیم گیری ها و آینده خودشان ندارند.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در سفر 12 روزه‌اش به افغانستان از ولایات کابل، بامیان و پنجشیر دیدن کرد و با مقامات حکومت سرپرست، مدافعان حقوق بشر، زنان قربانیان نقض حقوق بشر به شمول بستگان قربانیان انفجار بر مرکز آموزشی کاج، خبرنگاران و نمایندگان اقلیت‌های مذهبی دیدار و گفتگو کرده است. مسئولان حکومت سرپرست در واکنش به انتقادها از اختلاف و تضادهای داخلی در کشور میگویند مردم افغانستان متحد است و هیچ اختلافی در کشور وجود ندارد. در این حال شماری از شخصیت‌های سیاسی گفتند هیچ حکومتی در گذشته برای اتحاد مردم افغانستان کار نکرده و حالا هم اتحاد و یک پارچگی در کشور تنها در حد شعار است. آنان همچنین هشدار می‌دهند که اگر این وضعیت ادامه یابد آینده افغانستان تاریک خواهد بود. این صحبت های جو بایدن رئیس جمهور آمریکا جنوری امسال. اگر شما فکر میکنید کسی میتواند افغانستان را در یک دولت واحد متحد کند، دست خود را بلند کنید. سخنان کم سابقه از چند پارچگی مردم افغانستان، سخنانی که حالا یک بار دیگر از زبان سفیر روسیه در قزاقستان مطرح شده. او هم گفته تضادهای داخلی در افغانستان جدی ترین مانع فراروی امنیت این کشور است. اینجا هم سعید اسحاق گیلانی از چهره های شناخته شده سیاسی کشور میگوید هیچ حکومتی در گذشته برای وحدت ملی کار نکرده و حالا هم بحث وحدت ملی شعار بیش نیست. این مسئولیت نظام است که ملت متحد بسازه و اختلاف های فکری و ذهنی که دارن این دست بیشان رفع کنه. در غیر از او ما بایست یک ملت لافوک کلا یک ملت استیم و ما 5000 سال تاریخ داریم و نمیفهمم ما برادر هستیم. دروغ میگیم، همیشه دروغ میگیم. یک واقعه سر یک قوم ما میشه، دیگه قوم ما حتی خبرم نمیباشه که چی گپ شد. آگاهان معتقدند مداخلات خارجی از یک سو و برتری طلبی قومی از سوی دیگر باعث شده که افغانها به اتحاد و همدلی دست نیابند. یک عامل یا دلیل خارجی است که شورای منطقه به اساس اهدافشان که در عدم اتحاد ملت افغانستان نهفته است و عامل داخلی و دلیل داخلی نمیست که ما به صفت یک ملت مسلمان اصلا فرامین الهی و نبوی را پشت سر گذاشتیم. از سوی هم شمار آگاهان عدم مشارکت اقوام و پیروان مذاهب اسلامی در قدرت را نشانه انحصار و اختلافات دانسته و فراهم کردن زمینه روحیه همدلی را از مسئولیت های حکومت سرپرست می دانند. اولش حکومت ملی سرتاسری منتخب از طرف تمام اقوام افغانستان، دوم تمام استعدادهای افغان که مربوط به هر یک قوم و تبار افغانستان است بر از او باید با اندازه استعدادش وظیفه داده شود. سومی که به خود ما مربوط است که ما چقدر خود افغان فکر میکنیم از این کرده که مربوط به قوم خود فکر کنیم. حکومت اما با رد این انتقادات میگوید مردم افغانستان متحد است و هیچ اختلافی در کشور وجود ندارد. در مورد متحد بودن و اتحاد مردم ما و ملت ما هیچ یک نقطه هم شک نداریم و این اتحاد و یک پارچگی ملت ما بود که بقای کشور ما را تضمین کرده و در این راستا ما کدام چالش و نگرانی نداریم. با این حال مردم اما میگویند تنها راه نجات افغانستان از این وضعیت همدیگر پذیری و تشکیل حکومت فراگیر در کشور است. کاهش ساخت و ساز طی یک سال گذشته در کشور میزان بیکاری را به گونه کم سابقه افزایش داده است. شماری از کارگران که قبلا مصروف کار ساخت و ساز بودند میگویند در هفته تنها یک یا دو روز برایشان کار پیدا می شود. شماری از آگاهان اقتصادی اما هشدار می دهند ادامه این وضعیت برای شمار زیادی از شهروندان زیانبار خواهد بود. ذبیح‌الله شریفی گزارش می دهد. روزهای سخت و دشوار پایتخت نشینان
و این کارگران که از طلوع تا غروب آفتاب در انتظار یک لقمه نانند. ما او تو رئیس جمهور دارم که دغل ما نیست. اما خدا اگر ما رو پرستان کنم به شما اینجا چی میکنم؟ دوست تا بیوردم بودم سرک. اسدالله از جمله از داران کاریگری است که در هفته یک یا دو روز برایش کار آن هم با مزد ناچیز پیدا می شود. از زمانی که مطالبه آمده کار بخی خراب شد. هیچ کار بخی گم شد. هیچ کار نیست. هفته یک روز دیگه چی شود آدم؟ 300 روپای یا 400 روپای چی شود؟ هزاران کارگر و شهروند دیگر سرنوشت همسانی دارند. کارگرانی که مصرف کار ساخت و ساز بودند با روی کار آمدن حکومت سرپرست و متوقف شدن کارهای ساختمانی همه در جمع بیکاران پیوستند. یک 30% کار میشه. یکان بسیار کم اگه باشه. در روزی که سابق 3-4 پیره این مطلع پیره میداد اینجا مطلع معلوم میشه. حالا دو پیرام نمیشه. یک پیرام نمیشه باز روزا. اونو کسی که یکان ریالیش کدام درز باشه کدام دیگه دیوار میوالش ختم شد اونو میبینی یک کاری چی دو کاری چی میبره یه اخل تسمه باید اگه سیسمه کار ما میبره دمی یک سال میتود بیکاری زی شهرداری کابل اما میگوید در برابر ساخت و ساز در پایتخت هیچ مانعی قانونی و محدودیتی وجود ندارد. شهرداری کابل به خاطر انکشاف اقتصادی شهر کابل و همچنان به خاطر ایجاد شغل‌های مختلف در شهر کابل برای اون کسایی که می‌خواهند بلند منزل در شهر کابل بسازند و ساختمان اعمار بکنند سهولت‌های مشخصی را مد نظر گرفت. تغییر نظام سیاسی تأثیر مستقیم بر روند ساخت و ساز در کشور به ویژه در پایتخت گذاشته است. ساخت ساختمان‌های تجاری و رهایشی که زمینه کار مستقیم و غیر مستقیم برای هزاران تن فراهم می‌کرد حالا متوقف و یا هم به گونه چشمگیری کاهش یافته است. وقتی ساخت ساز کاهش پیدا می‌کنه یعنی نیروها بیکار میشه، اشتغال کاهش پیدا می‌کنه، درآمدها از بین میره، کاهش پیدا می‌کنه. وقتی درآمد نباشد مصرف هم وجود نداره. مصرف که وجود نداشت دوباره تاثیر می‌گذاره روی چی؟ همین ساخت و ساز، چون محصولات به فروش نمیره، مصرف نمیشه، کارخانه ها بیکار میشه، جنسش فروخته نشده، در نتیجه چیکار میکنه؟ میایه نیروهایشون رو اخراج میکنه. بیش از یک سال است که چرخه اقتصادی افغانستان برعکس میچرخد و اقتصاد نیمبند کشور حالا در پرتگاه سقوط قرار گرفته است. درآمد روزانه صدها هزار تن حالا با کمتر از یک دلار تخمین زده شده است. ذبیح‌الله شریفی، تلویزیون تمدن، کابل. در ادامه هم چند خبر کوتاه. رئیس اداره مبارزه با قاچاق مواد مخدر وزارت قرقیزستان میگوید با روی کار آمدن حکومت سرپرست در افغانستان قاچاق مواد مخدر افزایش یافته است. رئیس اداره مبارزه با قاچاق مواد مخدر وزارت داخله قرقیزستان در یک نشست خبری گفت که بر رغم وعده و اظهارات حکومت سرپرست در راستای مبارزه با مواد مخدر شاهد افزایش قاچاق آن از افغانستان هستند. آیدار شگایوف میگوید مواد مخدر از مسیر شمال افغانستان به تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، روسیه و کشورهای اروپایی میرسد. این در حالی است که حکومت سرپرست کشت خرید و فروش کوکنار در افغانستان را ممنوع کرده، اما گزارش ها حاکی است که کشت آن در شماری از ولایات همچنان ادامه دارد. صندوق حمایت از کودکان از زمستان دشوار در کشور هشدار می‌دهد و درخواست کمک مالی 75 میلیون دلار از تمویل کنندگان دارد. یونیسف در گزارش گفته که یک استراتژی زمستانی برای ارائه کمک‌های بشردوستانه برای مردم افغانستان به ویژه کودکان را تدوین کرده است و نیاز به حمایت مالی دارد. هدف استراتژی زمستانی یونیسف پوشش بیش از 800 هزار تن با توزیع کمک‌های مالی برای توانمندسازی خانواده‌ها عنوان شده است. سازمان ملل متحد تأکید میکند که به تمام دانش آموزان در افغانستان باید اجازه داده شود که از حق آموزش استفاده کنند. این سازمان در یک توییت گفته که چشم پوشی از حق آموزش پامال کردن حقوق بشری دختران و زنان است و میتواند آنها را با خشونت، فقر و استثمار روبرو بسازد. انتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل چند پیش در یک توییت از مسئولان حکومت سرپرست تقاضا کرده که به تمام دختران اجازه آموزش را بدهند.
وزارت صنعت و تجارت میگوید بهای مواد سوختی از جمله گاز در زمستان پیشرو کنترل خواهد شد. نورالدین عزیزی سرپرست این وزارت گفته تیم‌های تکنیکی روی قرارداد مواد نفتی میان کابل و روسیه کار می‌کند تا بخش خصوصی هم شامل این قرارداد شود. از سوی هم شهروندان میگویند با رسیدن فصل سرما بهای مواد سوختی در کشور افزایش یافته و حکومت باید بازار را کنترل کند. محمد اسلام بهنوش با جزئیات این خبر. در هفته های پسین بازار مواد سوختی در افغانستان نوسانات چندانی نداشته. فروشندگان گاز هم میگویند در یک ماه پسین تغییرات چشمگیری در بهای گاز وارد نشده و هر کیلو گاز مایع 60 تا 65 افغانی به فروش میرسد. شهروندان اما نگران افزایش بهای مواد سوختی به وجه گاز در بازارهای پایتخت است. مردم که هستن شکایت زیاد دارن، میگه باید از این کلم پایان شود. ما فعلا 60 65 رو در شهر کابل سودا میکنیم، اما مردم تقاضای زیاد است، میگه باید پایین تر شود. از این دیگه تجارای بزرگ نمیکنه از این که پایان. آن طرف وزارت صنعت و تجارت میگوید تلاش میکند از افزایش بهای مواد سوختی در زمستان پیشرو جلوگیری شود. یکی از اقدامات حکومت سرپرست برای کنترل بهای مواد سوختی قرارداد نفتی میان کابل و مسکو است. قراردادی که شامل 1 میلیون تل دیزل، 1 میلیون تل پترول و 500 هزار تن گاز می شود. دولت امارات میره خواهش داریم که می گاز ارزان کنه، قیمت های چوب بگذاره پایان شود. این زغال سنگ هست، اون نور کم ارزان تر شود که مردم خریده بتونه. بیکاری، بیروزگاری غزت گذشته. ما می خواهیم سکتور خصوصی رو شامل بسازیم، خود حکومت هم باید دسترسی داشته باشه و کنترل هم همی باشه که قیمت های مواد سوخت در زمستان آینده بالا نره ان شاء الله. از دید کارشناسان کنترل بهای مواد سوختی با عرضه بیشتر ممکن است، اما مهمتر از آن بیرون کشتن بازار از انحصار چند شرکت و احتکارگران است، چالشی که هر از گاهی گریبانگیری مردم می شود. اگر حکومت تلاش بکند تا مارکت از انحصارگری و احتکارگری بیرون بکشه و مارکت به وضعی که 2 شرکت یا 4 شرکت در انحصار خود داره زمینه را قسم مایه بسازن تا بیشتر شرکت ها وارد بازار شود و زمان که بازار شما رقابتی شد بدون شکی میتونه در تمام عرصه ها تاثیرات خیلی مثبت خود داشته باشه. با فرارستن فصل سرما بهای مواد سوختی در کشور هم سال افزایش میابد، چنان که سال گذشته 1 کیلو گاز به 100 افغانی هم رسیده بود. حالا حکومت گفته در زمستان پیشرو بهای گاز را کنترل میکند و اینکه میتواند یا نه در گذر زمان مشخص خواهد شد. قطع بودن سیستم بانکی سویفت در کشور تاجران و سرمایه گذاران را با چالش های جدی روبرو ساخته. تاجران و صنعتکاران میگویند در حال حاضر معاملات پولیشان را از طریق حواله با هزینه چند برابر بیشتر انجام میدهند. آگاهان اقتصادی اما تأکید میکنند که اگر حکومت سرپرست به رسمیت شناخته نشود و سیستم سویفت فعال نگردد، روند تجارت و سرمایه گذاری با چالش جدی روبرو خواهند شد. سویفت، سریع، آسان، ارزان و مسئولترین سیستم انتقال پول در جهان، به ویژه برای تاجران و صنعتکاران. این سیستم در بیش از 200 کشور جهان فعال و تمام انتقال و ترانسفر پول داد و ستد به وسیله این سیستم انجام می شود. با سقوط نظام جمهوریت، سیستم سویفت در بانک‌های افغانستان بنابر تعذیرات جامعه جهانی قطع و غیر فعال شد. مسئله ای که روند تجارت و سرمایه گذاری را با چالش‌های جدی روبرو کرده است. اینجا هم مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گویند در حال حاضر تاجران معاملات پولیشان را با دولت‌ها و شرکت‌های خارجی از طریق حواله با هزینه چند برابر انجام می دهند. پول انتقال می کردیم. قبلا در وقت جمهوریت 200 دلار یا 300 دلار سرش مصرف می آمد. برای 1 لک دلار. اما فعلا که ما انتقال میکنیم 3000 الا 3500 دلار مصرف سرش می که بسیار زیاد است، یعنی این به پیصدی می که به چند بالا رفته مصرف شد. قطع شدن سیستم سویفت در بانک های افغانستان روند تجارت و سرمایه گذاری را با مشکلاتی روبرو کرده است، زیرا تاجران و صنعتکاران نمی توانند کالاهای تجارتیشان را به موقع وارد و صادر کنند.
حالا 10-15% هم بانک‌ها کار میکنه که مصارف ازو تقریبا از $1,000 به $1,000,000 تا $2,000 مصارفشان هستند. امی با قیمتهای ما با معمول سیستم ما منفی تاثیر میکنه که اکثر مشکلات مواجه ساختم با وقت و زمان اموال مواد خام با فابریکات رسیدن میشه و خصوصا صنعت ما را و خصوصا سرمایه گذاری ما با مشکل مواجه کرده. با سقوط نظام قبلی و تحریم شدن بانک های افغانستان، حالا بازار خدمات پولی و حواله چند برابر بیشتر شده است. آگاهان اقتصادی استفاده از حواله را برای تجارت در کوتاه مدت یک راه حل مقطعی می دانند. اما هشدار می دهند که اگر سیستم های بانکی از جمله سوئفت فعال نشود، روند تجارت و سرمایه گذاری در افغانستان به شدت کاهش خواهد یافت. طریق حواله ها امکان داره که در کوتاه مدت، در مدت کم این مشکلات بتونه با مصارف اضافی حل شود. اما در فرضی نهایی ما شاهدی خود بودیم که به گونه سرسما و به گونه که قابل مدیریت نباشه تجارت افغانستان کاهش پیدا بکنه و تاثیرات بسیار بد روی وضعیت استخدام، روی رفاه عام، روی زندگی مردم و روی تمامی شاخصهای اقتصادی افغانستان داشته باشه. با گذشت یک سال از عمر حکومت سرپرست، هنوز اما هیچ کشوری افغانستان را به رسمیت نشناخته. آگاهان اقتصادی میگویند تا زمانی که حکومت سرپرست به رسمیت شناخته نشود، فعال شدن سیستم سوئفت نیز ناممکن است. رهبران کشورهای اتحادیه اروپا در مورد مقابله با بحران انرژی بر سر تعیین قیمت و خرید مشترک گاز از روسیه به توافق رسیدند. اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا گفته مکانیزم اصلاح بازار را برای محدود کردن افزایش قیمت گاز معرفی خواهند کرد. همزمان با این توافق اختلافات دیدگاه هنوز هم در مورد کاهش قیمت انرژی میان کشورهای اتحادیه اروپا از جمله میان آلمان و فرانسه وجود دارد. نشست رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در بروکسل. هدف رایزنی در مورد مقابله با بحران انرژی در اروپا و تعیین قیمت گاز وارداتی روسیه است. برغم اختلاف دیدگاه میان رهبران اروپایی، اما تلاش برای یک دست کردن رهبران و ایجاد صف واحد است در برابر سیاست کرملین. رئیس شورای اروپا در پایان این نشست گفت کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد تعیین قیمت و خرید مشترک گاز به توافق رسیدند. عزم قوی و به اتفاق آرا برای اقدام مشترک برای دستیابی به سه هدف وجود دارد: کاهش قیمت‌ها، تضمین امنیت عرضه و ادامه کار برای کاهش تقاضا. یکی از اختلافات میان رهبران کشورهای اروپایی در مورد بحران انرژی بر سر کاهش قیمت حامل‌های انرژی و تعیین سقف ارزش گاز است. فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و پرتغال از این طرح حمایت می کنند، اما در مقابل آلمان و هلند با آن مخالفند. نخست وزیر آلمان گفته کاهش قیمت حامل های انرژی دو پیامد دارد: احتمال فرار شرکت های تامین کننده انرژی از اروپا و افزایش میزان مصرف انرژی های فسیلی. با این حال از دید برخی از شرکت کنندگان دیگر برای رسیدن به نتیجه کار بیشتر نیاز است. این فوق العاده پیچیده است، اما میبینید که همه میخواهند قیمت گاز را پایین تر ببرند، اما به گونه ما به تحویل گاز ادامه دهیم که به آسیا یا امریکای لاتین منتقل نشود. ما اینجا هم به آن نیاز داریم. کار زیادی در پیش است. ما خود را به قلمرو ناشناخته سوق میدهیم، جایی که هنوز تجربه نداریم. با این همه رئیس کمیسیون اروپا گفت در مورد شمار از اقدامات فوری برای کند کردن روند افزایش بهای انرژی توافق شده. پیش از این اتحادیه اروپا به کشورهای عضو پیشنهاد داده بود که تا ماه مارچ سال 2023 مصرف گاز را تا 15% کاهش دهند. هدف ما کاهش هزینه های گاز است و بنابر این سقفی برای قیمت گاز روسیه پیشنهاد خواهیم کرد. همه ما می دانیم که تحریم های ما عمیقا بر اقتصاد روسیه تاثیر منفی می گذارد، اما پوتین تا حدی از طریق درآمدهای سوخت فسیلی خونسا می کند. این در حال است که رهبران اروپایی برای دومین بار در دو هفته گذشته برای بحث در مورد بحران انرژی با هم رایزنی می کنند. عمران خان نخست وزیر پیشین پاکستان روز جمعه به اتفاق آرا اعضای کمیسیون انتخابات این کشور به اتهام فساد رد صلاحیت شد.
در پی این تصمیم عمران خان عضویت مجلس ملی پاکستان را از دست داد و برای 5 سال آینده از رقابت در انتخابات این کشور نیز محروم شد. عمران خان رهبر حزب انصاف اخیراً در نامه‌ای که به کمیسیون انتخابات گفته بود که در دوران نخست وزیری 58 تحفه به دست آورده بود. بر اساس شکایتی که علیه عمران خان مطرح شده، او متهم است که در زمان نخست وزیری شمار زیاد تحفه به دست آورده و بدون آن که آن را به اداره موسوم به توشخانه تحویل دهد، فروخته یا آن را پیش خود نگه داشته است. آمریکا مدعی است که روسیه از جنگ افزار و تسلیحات ایرانی از جمله پهپاد ایرانی در جنگ اوکراین استفاده کرده است. ایران اما این ادعای آمریکا را رد می کند. حسین امیر عبداللهیان در تماس تلفنی با جوزف بوریل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته ایران مخالف جنگ اوکراین و تشدید آن است. وزیر خارجه ایران افزوده ادعای ارسال موشک ایرانی بر روسیه برای کاربرد علیه اوکراین یک ادعای بی اساس است. او تاکید کرده که ایران با روسیه همکاری دفاعی دارد، اما ارسال سلاح و پهپاد علیه اوکراین سیاست ایران نیست. و حالا هم پیش بینی وضعیت آب و هوای فردا. کابل آفتابی 25-4، بامیان آفتابی 17-1، جلال آباد آفتابی 30-15، غزنی آفتابی 21-2، قندهار آفتابی 29-8. قندوز آفتابی 25-10، لشکرگاه آفتابی 31-10، مزار شریف آفتابی 26-14، نیلی آفتابی 22-5، هرات آفتابی 31-10. اسلام آباد آفتابی 27-13، تهران آفتابی 26-17، دبی آفتابی 37-25، دهلی آفتابی 31-19 و مکه آفتابی 38-27. در پایان مروری دوباره به سرخط خبرها. نگرانی جدی سازمان ملل از بحران بشری در افغانستان. ریچارد بنت گفته بحران بشری در افغانستان به اقدامات عاجل نیاز دارد. افزایش میزان بیکاری به دنبال کاهش ساخت و ساز طی یک سال گذشته. کارگران میگویند در هفته تنها یک یا دو روز برایشان کار پیدا می شود. ما اون تو رئیس جمهور دارم که دقن مانید، اما خدا اگر ما رو پرستان کن بگوشمون نیست چی میکنم؟ و توافق رهبران اتحادیه اروپا در مورد مقابله با بحران انرژی. رئیس شورای اروپا میگوید اعضای اتحادیه با همکاری یکدیگر برای مهار بحران انرژی کار میکنند. رهبران اتحادیه اروپا توافق کردند تا با همکاری یکدیگر روی اقدامات برای مهار افزایش قیمت انرژی برای خانواده ها و مشاغل کار کنند. بیننده های عزیز، این سرویس خبری این ساعت بود که تقدیم حضور شما گردید و حالا شما دعوت میکنم که با دیگر برنامه های تمدن همراه باشید. وقت بخیر.